یک سلام تر و تازه خدمت تمام بیننده هایی که کلیپ درسی ما را تماشا میکنن. بالاخره نوبت توضیح و یا تشریح کسرهای معادل رسید. چنو کسرها را معادل میگوین؟ کسرهایی که در شکل ظاهری تفاوت داشته. شکل ظاهری یعنی چی؟ یعنی صورت و مخرجش فرق داشته باشد، اما از لحاظ مقدار اصلی خیش کاملا یکسان باشن، کسرهای معادل نامیده می شوند. مانند سه رسم را که می بینی، بر از این اشته کنم یک بر دو مساوی است یا معادل است با دوی بر چار مساوی است یا معادل است با سه بر شش و یا معادل است مساوی است با چندین کس دیگه. یک کسر چند تا معادل داره استاد؟ از طرف شما یک کسر بی نهایت معادل داره. طریقه دریافتش چی است؟ با استفاده از طریقه ضرب و یا تقسیم می توان معادل کسرهای ضئیل را چنین دریافت نمود. طریقه دریافت کسرهای معادل چه قسم است؟ گفت هرگاه صورت و مخرج یک کسر را ضرب هر عدد دلخواه بجز از یک و صفر نماییم، کسر جدیدی که به دست می آید معادل کسر اولی می باشد. مثلا ما می خواهیم بر 4 بر 12 معادل کنم، 4 ضرب 2 کنین 8، 12 ضرب 2 کنین 24، این معادل. 4 بر 12 ضرب 3 می کنیم، 4 ضرب 3 کنین 12، 12 ضرب 3 کنین 36، دیگه معادل. 4 ضرب 5 می کنیم 20، 12 ضرب 5 می کنیم 60، دیگه معادل. پس من میتونم با استفاده از ضرب به نهایت معادل یافت کنم. حتی 4 ضرب x کنین 4x، 12 هم ضرب x کنین دیگه معادل. حتی اگر ما بخوایم 4 هم ضرب x جمع 2 کنین و 12 هم ضرب x جمع 2 کنین دیگه معادل. دبی شک کردیم که هست یا نی؟ گفته 4 ضرب قوس کنین 4 ضرب x کنین 4x، 4 ضرب مثبت 2 کنین مثبت 8، 12 را ضرب x کنین 12x، 12 را ضرب 2 کنین مثبت 24. نفهمیدیم که آیا استاد این دو تا معادل است یا نه. بر اثباتش خوب متوجه باشید، در سطح بالاتر گپ میزنیم. 4 بر 12 آیا مساوی باز با 4x مثبت 8 بر 12x مثبت 24 است یا نه؟ در این صورت بر x هر قیمت دلخواه میتی بته مساوی بودن صدق میکنم. مثلا من اکس یک قیمت میتون، فکر کنن عزیزا اکس یک قیمت میتون، اگر اکس یک قیمت بتون چی میشه؟ 4 بر 12 را خودش مساوی است با 4 ضرب 1 4، 4 ضرب 1 جمع 8 بر 12، 12 ضرب 1 جمع 24 چی میشه؟ 4 بر 12 را خودش 4 ضرب 1 4، 4 جمع 8 12، 12 ضرب 1 12، 12 جمع 24 چند شد؟ 36. اگر اقصار کنیم 1 4 4 3 4 12، 1 12 12 3 12 36، یعنی کردوش 1 بر 3 است. پس معادل ما در برابر 1 قیمت کدام، در برابر 2، در برابر 3، در برابر 4، در برابر 5 خودت قیمت کو 100% مساوی بودن صدق میکنه. پس ما نتیجه گرفتیم که اگر صورت و مخرج یک کس ضرب و یا تقسیم یک عدد دلخواه بجز از یک و صفر نماین، کس جدیدی که بعد اسم آیت معادل کس اولی می باشد. با کمک ضرب به نهایت معادل یافت میتونیم، با کمک تقسیم دو تا قاسم داشت دو دانه یافت میتونیم، سه تا داشت سه دانه یافت میتونیم، چهار تا داشت چهار تا یافت میتونیم. ایج نداشت ایج نمیتونی، اما که شلش با کمک تقسیم هم به نهایت یافت میتونیم که به درس های بعدی ما باز ارتباط میگیره. اما ما اگر بخوایم که برای به می سوال شماره یک، اگر ما بخوایم با کمک تقسیم کار کنم 4 بر 12 را 4 هم تقسیم 2 میکنیم، 12 هم تقسیم 2 میکنیم، 4 تقسیم 2 تان 2، 12 تقسیم 2 تان 6، این یک دانه معادل. باز 4 بر 12 را 4 هم تقسیم 4 میکنیم، 12 هم تقسیم 4 میکنیم، 4 تقسیم 4 تان 1، 12 تقسیم 4 تان 3، یا هم دیگه معادل. پس ما با کمک تقسیم دو تا معادل یافت کردم. چرا دو تا؟ به خاطر که دو تا قاسم غیر یک داشت. اما اگر به تقسیم های بزرگ مراجعه کنیم،
ده ها دانه دیگر هم یافت میتونیم که اون مبس درس فعلی ما باز نیست. باز هم عنوانه که خورد دیگه داریم به نام مقایسه کسرها. بر مقایسه کردن دو یا چندین کسر سه شرط زیل را مراعات میکنیم. یک دو تا دایره را مد نظر میگیریم، اردویش ما به چار سه مساوی تقسیم میکنم، از آن تقسیمات مساویانه از یکش دوی سهشم میگیرم، از یک دیگهش باز چند سهشم میگیرم، سه سهشم میگیرم. اگر شما پرسان کنم کدامش بزرگ است، مطمئنن که رو میگی بزرگ است. پس بر از این نشان میکنیم دوی بر چار کوچک است از چقدر؟ از سه بر چار. یعنی چی؟ هرگاه مخرج کسرها مساوی باشد، کسر بزرگ است که دارای صورت بزرگتر باشد، و یا کسر کوچک است که دارای صورت کوچکتر باشد. پس در مخرجای مساوی کسر بزرگ است که دارای صورت بزرگ باشد، کسر کوچک است که دارای مخرج کوچک باشد. صد مثال دیگه هم که باشد دیگه از مخرجای مساوی پیش ماته نمیشه. مثل اینه، 8/12 بزرگ است از چند؟ از 5/12 کرده. 7/10 کوچک است از چند؟ از 8/10 کرده. هرگاه مخرج کسرها مساوی باشد، کسر بزرگ است که دارای صورت بزرگتر باشد. هرگاه مخرج کسرها مساوی باشد، کسر بزرگ است که دارای صورت بزرگتر باشد. دارای صورت بزرگتر باشد. این بود حالت اول. در حالت دوم مراجعه میکنیم برعکس ازی است. باز هم دو دانه دایره را مد نظر میگیریم. یک دایره را به دو است، یک دایره دیگر را به چهار است. از این یک سش خط خط میکنیم، از این یک سش خط خط میکنیم. خط خط شده کدامش کلان است؟ بازم شاید بگی که یعنی که دایره دومی. بر از این نشان میکنیم 1/4 کوچک است از 1/2. حالا چه معنا؟ هرگاه صورت کسرها مساوی باشد، کسر بزرگ است که دارای مخرج کوچک باشند. اشتباه نکنی، کسر بزرگ است که دارای مخرج کوچک باشند. مثل از این شکل و مثل این از این. پس با در نظر داشت از این مثالای بعدی رو توجه کنن. اگر ما داشتیم که 5/10 بزرگ است از 5/20 کرده، 8/25 کوچک است از 8/20 کرده. هرگاه صورت کسرها مساوی باشد، کسر بزرگ است که دارای مخرج کوچک باشد. مخرج کوچک یعنی چی؟ مخرج کوچک یعنی که اندازه تقسیماتش کلان کلان است. یک مثال زبانکی، یک دانه نانم به دو سه تقسیم کنم، یک سهش بگیرم، این زیاد است؟ و یا عین نان بگیرم به 20 تقسیم کنم، یک سهش بگیرم، اونوی را که به دو سه تقسیم کرده یک سهش زیاد است. پس این بود حالت دوم از مقایسه کسر عام. حالت سوم مقایسه میکنیم. حالت سوم بر اسم جور نمیه. توجه کن، اگه داشتی 3/4 مقایسه کنی امرای 4/5، گفت هرگاه صورت و مخرج کسرها مختلف باشد، اول هم مخرج می سازیم، بعدن باز مقایسه میکنیم. چه رقم مخرج بسازیم؟ سوال پیدا میشه. صورت و مخرج کسر اولی را ضرب مخرج کسر دومی کنین. صورت و مخرج کسر دومی را ضرب مخرج کسر اولی بکنین. بدین طریق 100% هم مخرج میگردن. میتونیم هم صورت هم بسازی، اگر کسی کار داشت میتونیم کار کنیم. 3/5 = 15، 4/5 = 20، 4/4 = 16، 5/4 = 20. هرگاه مخرج کسرها مساوی باشد، کسر بزرگ است که دارای صورت بزرگ باشد. این علامش، این علامه را ما نتیجه گرفتیم که در اینجا میتونیست بمانی. یعنی ما از روی معادل از اینا فهمیدیم که کسر اول کوچک از کسر دومی بوده. اما این علامه را در اینجا انتقال دادیم.
پس بدین ترتیب اول ما مخرج میسازیم، بعدش مقایسه میکنیم. این بود معرفی مقایسه کسرها بر دانش آموزای عزیز صنفای 4 و 5 و 6 ما. اما بر شاگردای کنکور بعض گپای دیگه داریم، بر شاگردای پیشگام ما گپای دیگه داریم. لطفاً به ادامه از این درس توجه کنیم که چی است. یعنی چی؟ ما که کسر را ببینیم دیگه راستن شناسایی کوچک و بزرگ کنیم که از پیش ما اشتباه نشوه. به چند خصوصیت بعدی توجه کنیم. فراموش نکنی که به این مسائل های کنکور توجه کنی. کمیشه کسر عام غیر واقعی، عام غیر واقعی، غیر واقعی از کسرهای عام واقعی کرده سه کنن. عام غیر واقعی بزرگ است از کسر عام غینک، از کسر عام بزرگ است از کسر عام واقعی. این به صورت عموم این بحث وجود داره. موضوع دومی چی است؟ همیشه اعداد مثبت، اعداد مثبت بزرگ از اعداد منفی بباشند. این دیگه مهم نیست که مخرجش مساوی است یا نیست، اما یک چیز از پیش ما مانده. اگر اردوش اعداد منفی باشن، اردوش اعداد منفی باشن، در اون صورت گپایی را که تا این لحظه گفتیم تمامشان باز برعکسش درست است. یعنی چی؟ یعنی چی؟ اگر مخرج کسرا مساوی باشن و هر دوش منفی باشن، در آن صورت یادت نره و گفته کسر بزرگ است که دارای صورت کوچکتر باشن. من میشه بر توی رقم یک مثال بتوم. منفی 2/4 باز یادت نره و که بزرگتر است از منفی 3/4 کرده. اینی مثال یادت نره. این بر دو تا منفی است. و همچنان در اینجا اگر شما داشته باشین که 3/10 متوجه باشی، اگر شما 3/10 را قبلا میگفتین کوچک است از 3/چند، از 3/چند، از 3/8 کرده کوچک بود، در صورتی که منفی باشن باز برعکسش ای علامه را به این شکل میگذاریم. و هرگاه دو طرف منفی باشن در آن صورت این بعد رو مد نظر میگیریم. اگر دو طرف منفی باشن خب بدون شک کسر عام واقعی باز زیادتر است از کرده. پس در اعداد منفی ما یاد ما نمیره. هر چقدر که قیمت مطلقه منفی اضافه باشن، قیمت مطلقه منفی اضافه باشن، اونمو باز کوچکتر می باشد. یعنی میریم باز به بحث مثبت. منفی 8 کوچک است از منفی 2 کده، منفی 1000 کوچک است از منفی 3 کده، منفی 40000 کوچک است از چقدر خوب متوجه باشی کوچک است از منفی فرض مثال 1 کرده. اعداد منفی هر چقدر کوچک باشن بزرگ شمرده می شوند، که در اون صورت باز بحث باید مد نظر بگیری. یک موضوع دیگه از پیش ما نمانه، در قسمت اخیر می درس قرار داریم. یک سوال از جانب شما، اگر استاد افاده ها اکس دار باشه چطور کنیم؟ اگر اکس دار بود اول قیمت اکس برتان بته که بگوید چند است، قیمت اکس بگذارین بعدش مقایسه کنین. اگر جذری بود چطور کنیم؟ مقایسه جذرا را ما در فصل خودش مفصل باز مطالعه میکنیم. بنان در این مبحث نمیشه که در اون موارد هم باز اضافه روی کده فکر ما را به سمت دیگه بکشانیم. کوره بخیر در روز خودش باز خواهیم خواند. این بود موضوع مقایسه کسرهای عام که با جزئیات که لازم بود برات گفته شد. امیدوار هستم که بین دو دانه عدد منفی با دو دانه عدد متضاد از پیشت گت نخوره که اشتباه نکنی. اما اگر یکش مثبت یکش منفی باشن، همیشه مثبت ها بزرگ هستن بدون در نظر داشت مقدارشان. اما اگر یکش کسر عام دیگهش کسر عام واقعی دیگهش غیر واقعی باشن، کسر عام غیر واقعی همیشه بزرگ هستن، اما باز به شرط که اردوش مثبت باشد. اما اگر اردوش منفی باشه، کسر عام غیر واقعی اگر اردوش منفی باشن، یکی واقعی دیگهش غیر واقعی اما اردوش منفی، باز در اون صورت کسر عام واقعی باز بزرگتر می باشن. این بود درس امروز ما.
بقیه روز و روزگار خوش بر همه. خداوند یار و مددگار شما. خدا حافظ.